سلام، با ما همراه باشید با مشروع خبرهای امروز. من بردیا جلالی هستم. ابتدا سرخط خبرها. ارسال پرونده حصر غیرقانونی رهبران جنبش سبز به شورای عالی امنیت ملی. تعویق رأی‌گیری در کنگره آمریکا بر سر مداخله نظامی در سوریه. وزیر ارشاد از بازگشایی خانه سینما در روزهای آینده خبر داد. آیا روی کار آمدن دولت حسن روحانی میتواند پایانی باشد بر حدود 3 سال حبس خانگی مهدی کروبی، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد، سران معترضان به نتایج انتخابات 4 سال پیش ریاست جمهوری ایران؟ وبسایت سهام نیوز متعلق به حزب اعتماد ملی به نقل از محمد تقی کروبی، فرزند مهدی کروبی، دبیر کل این حزب، گزارش داده که آیت الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، با ارجاع موضوع بازداشت خانگی این دو و همچنین زهرا رهنورد، همسر آقای موسوی، به شورای عالی امنیت ملی موافقت کرده. آنطور که در این گزارش آمده، موضوع پایان دادن به حصر و حبس رهبران جنبش سبز چند هفتگی پیش و در دیدار اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، با رهبر جمهوری اسلامی مطرح شده بود. مگر پرونده یا موضوع حصر رهبران جنبش سبز تا کنون کجا بوده؟ و ارجاع این موضوع به شورای عالی امنیت ملی به چه معناست؟ این سوالی است که پیشتر پاسخ آن را از فرهمند علیپور، خبرنگار ویژه مهدی کروبی، در سال 88 جویا شدیم. اینکه تا الان پرونده کجا بوده هیچ مشخص نیست، یعنی هیچ ارگانی، هیچ فردی نیومده تا الان اعلام کنه که این تصمیم به حصر انداختن رهبران جنبش سبز از سوی چه نهادی گرفته شده، چه فردی مسئول این کار بوده. برای همین مشخص هم نیست که اگر پرونده ای هم وجود داشته این پرونده کجا بوده. ولی از قرائن و شواهد، اونطوری که فیسبوک آقای کروبی برمیاد، پسر آقای کروبی برمیاد، نشون میده که پرونده، یا حالا میتونیم بگیم که اون مسئله حصر رهبران جنبش سبز، از رهبری به شورای عالی امنیت ملی ارسال شده. یعنی اینکه اگر پرونده هم وجود داره، حالا یه اسمشو میتونیم پرونده بذاریم یا اینکه یک مسئله، این موضوع در بیت رهبری بوده و احتمالاً حصر این رهبران با دستور عالی ترین مقام جمهوری اسلامی تصمیم گرفته شده. یعنی اینکه این احتمال و این گمان زنی بسیار ضعیفه که شورای عالی امنیت ملی، حالا در اون موقع آقای جلیلی، رأساً قادر به اتخاذ چنین تصمیمی باشه که رهبران جنبش سبز رو به حصر بندازه، خصوصا با توجه به اون التهاباتی که بعد از انتخابات داشتیم. برای همینه که عرض میکنم احتمالاً مرجعی بالاتر از شورای عالی امنیت ملی چنین تصمیمی رو اتخاذ کرده، همون مرجعی که اکنون این پرونده رو به این شورا ارجاع داده. دیروز حسن روحانی در حکمی علی شمخانی را به سمت دبیر شورای عالی امنیت ملی منصوب کرد. از آقای علیپور همچنین پرسیدیم با توجه به این تغییرات تا چه حد میتوان به رفع حصر رهبران معترضان به نتایج انتخابات سال 88 امیدوار بود. خب اول ما باید ببینیم که دبیر قبلی شورای عالی امنیت ملی ایران کی بوده، یعنی از این سمت از چه کسی به چه کسی رسیده. فرد قبلی آقای جلیلی بسیار معروف بود به اینکه فردی بسیار رادیکال هست. اگه کسانی هم این موضوع رو نمیدونستن، در ایام انتخابات این موضوع بسیار مشهود شد. سخنرانی های ایشون، برنامه های ایشون، در مناظره های تلویزیون، صحبت هایی که میکردن، نوع نگاه به شدت امنیتی و تا حدودی تنگ نظرانه ای که نسبت به آزادی ها در کشور داشتن، فعالیت احزاب و گروه ها در کشور داشتن، و اینکه آقای شمخانی با سوابقی که داشت و اینکه 8 سال در تیم اصلاح طلبان در کابینه آقای محمد خاتمی حضور داشت، سوابق ایشون نشون میده که خب ایشون فردی بسیار اعتدالگراتر به نسبت آقای جلی هست، هم نسبت به خیلی از چهرهایی که در حکومت جمهوری اسلامی فعالیت میکنن و حضور دارن، هم در دولت هم در حکومت. ایشون آقای شمخانی یک فرد اصلاح طلب به حساب نمیان، ولی یک فردی هستن که معروف بودن در این حداقل 15-16 ساله که افکاری میانه رو دارند، هم در زمانی که در دولت آقای خاتمی بودن، هم الان که انتخاب شدن. برای همین امیدواری ها بسیار زیاد شده. اینکه رهبری تصمیم گیری در مورد حصر
رهبران در بند جنبش سبز رو میسپاره به شورای عالی امنیت ملی و میسپاره به فردی مثل آقای شمخانی، این یک بوی بهبود ز اوضاع میرسونه و اینکه نوید میده که احتمالا آقای خامنه‌ای هم میخواست که پایانی بر این موضوع و حصر رهبران جنبش سبز بده. احتمالا از نظر ایشون اون وقایع سال 88 به پایان رسیده، چون الان نه دیگه آقای احمدی نژاد هست، اینکه الان ما یک رئیس جمهوری داریم که خب با شرکت گسترده مردم در انتخابات رأی آورد و به مقام ریاست جمهوری رسید. برای همین احتمال میره که آقای خامنه‌ای اون دغدغه رو نداره و الان به این نتیجه رسید که خب زمانش فرار رسیده که بتونه این پرونده رو مختومه کنه و رهبران جنبش سبز رو دوباره برگرد. تحلیل فرهمند علیپور، خبرنگار ویژه مهدی کروبی در سال 88 را داشتیم در مورد ارجاع موضوع حصر مهدی کروبی، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد به شورای عالی امنیت ملی. حسن روحانی میگوید ایران آماده است تا نگرانی های دنیا را برطرف کند. او دیشب در نخستین گفتگوی زندگی تلویزیونی خود در قامت رئیس جمهوری ایران گفت چارچوب فعالیت‌های ما مقررات بین‌المللی است و اگر طرف مقابل اراده جدی داشته باشد، مسئله هسته‌ای در زمانی نچندان طولانی قابل حل است. روحانی همچنین با خطاب قرار دادن جامعه بین‌المللی افزود زمان برای حصول توافق در مورد برنامه هسته‌ای ایران نامحدود نیست. رئیس جمهوری ایران تأکید کرد در مسئله هسته‌ای باید بازی برد برد را پیگیری کرد. او شروع مذاکرات در مورد پرونده هسته‌ای در دولت خود را در نیویورک دانست. 68مین اجلاس عمومی سازمان ملل قرار است 26 شهریور ماه 17 سپتامبر سال جاری آغاز شود. روحانی در این گفتگوی یک ساعته تلویزیونی همچنین به مسائل داخلی و مشکلات اقتصادی کشور نیز پرداخت. ببینید، در شرایط رکود تورمی راه‌حل‌های اساسی راه‌حل‌های میان مدت و بلند مدت خواهد بود. ما تقریبا برنامه اصلیمون باید در بودجه سال 1393 در واقع شروع بشه و آغاز بشه. از همکنون به وزارت اقتصاد دارایی و به ستاد اقتصادی دولت اساساً اعلام شده که ظرف 6 ماه برنامه‌های میان مدت و بلند مدت رو برای مبارزه با رکود و تورم تهیه کنن و به دولت ارائه بکنن. اما در این حال ما اقدامات کوتاه مدت داریم و شروع میکنیم، از همین هفته آغاز کردیم و شروع میکنیم. طرح رونق اقتصادی برای کوتاه مدت، برای بلند مدت البته برنامه دیگری داریم. دقیقا ظرف 15 روز خوشبختانه در روز یک شنبه همین هفته طرح ستاد اقتصادی دولت که در جلسات متعدد مورد بررسی قرار گرفته بود در جلسه هیئت وزیران مطرح شد. این طرح در 25 بند به صورت عمومی، 9 بند ویژه بانک مرکزی و 1 بند هم برای پایش که وزارت اقتصاد دارایی ماهانه ماهی یک بار به هیئت وزیران گزارش بده، همه این موارد در اختیار عامه مردم قرار خواهد گرفت. مثلا قانون محیط کار که خب قبلا مجلس شورای اسلامی در سال 90 تصویب کرده بوده، این قانون برای رونق محیط کسب و کار، این قانون تصویب شده ولی آیین‌نامه های اجراییش باقی مونده. از سال 90 تا حالا آیین‌نامه‌ای نوشته نشده، در حالی که خود این میتونه رونقی بده به شرایط کسب و کار و فضا رو فضای مناسبی بکنه. توی این مصوبه آمده که ظرف 2 ماه آیین‌نامه ها دستگاه های مربوطه تهیه کنن و ارائه بکنن برای تصویب. و حالا اخبار کارگری امروز. یک فعال کارگری در ساوج بلاک
دغدغه کارگران به خرج تحصیل فرزندانشان تقلیل یافته است. عضو هیئت مدیره اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور، کارگران قراردادی نسبت به اخراج در روزهای پایانی شهریور نگران هستند. نماینده کارگران پیمانی کارخانه سیمان لوشان، 76 کارگر سیمان لوشان با اتمام قرارداد بیکار شدند. نایب رئیس اتحادیه چایکاران، از مجموع 180 کارخانه چای شمال کشور 100 کارخانه تعطیل و 80 کارخانه هم به صورت نیمه تعطیل در آمدند. سوریه و سلاح‌های شیمیاییش همچنان بحث نخست مجامع جهانی. روسیه تمام توان خود را به کار بسته تا با ارائه طرح‌های مانع از حمله نظامی غرب به سوریه شود. غرب و در رأس آن فرانسه پیشنویس قطعنامه الزام‌آور برای از بین بردن سلاح‌های شیمیایی سوریه تهیه کردند، پیشنویسی که روسیه اعلام کرده است با آن موافقت نخواهد کرد. زورآزمایی‌ها در این عرصه همچنان ادامه دارد. ببخشید. خبرگزاری اینترفاکس گزارش داده است که روسیه طرحی برای قرار دادن اسلحه شیمیایی سوریه تحت نظارت بین‌المللی به آمریکا ارائه داده است. پیشتر جان کری وزیر امور خارجه آمریکا گفته بود که پنجشنبه با سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه در ژنو دیدار خواهد کرد و درباره طرح روسیه گفتگو خواهد کرد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرده بود با بررسی طرح روسیه برای قرار گرفتن سلاح‌های شیمیایی سوریه تحت نظارت جامعه جهانی موافق است. ماجرای این طرح از آنجا آغاز شد که جان کری در کنفرانسی خبری در لندن گفته بود چنانچه سوریه سلاح‌های شیمیایی خود را ظرف مدت یک هفته در اختیار جامعه جهانی قرار دهد، گزینه نظامی علیه این کشور منتفی می شود. اگرچه مقام‌های آمریکایی تأکید کردند که سخنان کری حاوی هیچ طرحی نبوده، اما روسیه آن را جدی گرفت و از دولت سوریه خواست سلاح‌های شیمیایی خود را در اختیار جامعه جهانی قرار دهد. دولت سوریه هم بلافاصله با این درخواست اعلام موافقت کرد. ماجرای سلاح‌های شیمیایی در سوریه پس از آن آغاز شد که 3 هفته پیش حمله شیمیایی به حومه دمشق روی داد. در این حمله بیش از 1400 نفر کشته شدند. پس از آن مسئله مداخله نظامی غرب در سوریه از سوی غرب مطرح شد، چرا که اوباما پیشتر گفته بود به کارگیری سلاح‌های شیمیایی در سوریه خط قرمز است. با اعلام آمادگی سوریه برای قرار دادن سلاح‌های شیمیایی خود در اختیار جامعه جهانی، فرانسه پیشنویسی در این باره به شورای امنیت ارائه داده است. این پیشنویس شرط‌هایی تعیین کرده و تأکید کرده است چنانچه نظام بشار اسد بخواهد به این شرط‌ها عمل نکند یا در ویران کردن سلاح‌های شیمیایی خود تحت نظر جامعه جهانی تعلل کند، با عواقب وخیمی مواجه خواهد شد. سخنگوی دولت فرانسه هم در مصاحبه با رادیو RFA گفت اگر راه حل‌های دیپلماتیک نتیجه بخش نبود، گزینه نظامی برای مجازات نظام اسد همچنان مطرح است. روسیه که دارای حق وتو در شورای امنیت است و از آن 3 بار به سود نظام اسد استفاده کرده، اعلام کرد با پیشنویس قطعنامه ارائه شده از سوی فرانسه موافقت نخواهد کرد. ولید المعلم وزیر امور خارجه سوریه اعلام کرد کشورش آماده است به کنوانسیون منع انتشار سلاح‌های شیمیایی بپیوندد. المعلم در بیانیه‌ای که از تلویزیون دولتی سوریه قرائت شد، تأکید کرد دمشق به تعهدات خود پایبند خواهد بود و تمام اطلاعات لازم درباره سلاح‌های شیمیایی خود را در اختیار جامعه جهانی خواهد گذاشت. او افزود سوریه آماده است اطلاعات محل تولید و نگهداری سلاح‌های شیمیایی خود را در اختیار روسیه و اعضای دیگر سازمان ملل قرار دهد. این در حالی است که سوریه تاکنون با وجود گزارش‌های سازمان‌های اطلاعاتی غرب در اختیار داشتن سلاح‌های شیمیایی را نپذیرفته بود. باراک اوباما از کنگره آمریکا خواست رأی‌گیری بر سر طرح مداخله نظامی در سوریه را به تعویق بیاندازد.
این طرح را اوباما هفته پیش با هدف مجازات نظام اسد به خاطر استفاده از سلاح‌های شیمیایی به کنگره ارائه داده بود. از دو روز پیش هم کنگره آمریکا بحث بر سر این طرح را آغاز کرده است. اما با تحولات اخیر و طرح روسیه به نظر می‌رسد چالش‌های جدیدی در مسیر تصویب این طرح ایجاد شده. کنگره آمریکا هم اعلام کرد با درخواست اوباما برای تعویق رأی‌گیری موافقت کرده است. یک کمیته تحقیق وابسته به سازمان ملل متحد دولت و مخالفان در سوریه را متهم به ارتکاب جنایت‌های جنگی کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، در گزارش این کمیته آمده است که نیروهای دولتی سوریه در چند ماه گذشته اقدام به کشتن غیرنظامیان، بمباران بیمارستان‌ها و دیگر جنایت‌های جنگی کردند. این گزارش افزوده است این اقدامات در عملیات بازپسگیری سرزمین‌های تحت کنترل مخالفان صورت گرفته است. گزارش کمیته تحقیق سازمان ملل متحد ادامه داده است گروه‌هایی از مخالفان نیز در فاصله زمانی 15 می تا 15 ژوئیه اقدام به اعدام دستگیر شدگان، گروگانگیری و گلوله باران مناطق غیر نظامی کردند. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران ابراز امیدواری کرده که رویکرد جدید آمریکا در قبال سوریه جدی به دور از فریب باشد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی علی خامنه‌ای، او این را در دیدار کارگزاران حج امسال گفته است. به نظر می‌رسد اشاره رهبر جمهوری اسلامی ایران به پذیرش بررسی مسئله قرار گرفتن اسلحه شیمیایی سوریه زیر نظر جامعه جهانی از سوی نظام دمشق باشد که احتمال حذف گزینه نظامی علیه نظام بشار اسد را مطرح کرده است. آقای خامنه‌ای یک بار دیگر آمریکا و به گفته خود سلطه‌گران را متهم به جنگ افروزی در منطقه کرد. و حالا سری می‌زنیم به آن سوی میله‌های زندان. احمد رونقی ملکی، پدر حسین رونقی ملکی، در پی عدم موافقت با مرخصی درمانی فرزندش از احمد شهید، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران درخواست کمک کرد. احمد زیدآبادی، روزنامه‌نگار زندانی، با اتمام مرخصی به زندان رجایی شهر کرج بازگشت. دو زندانی متهم به حمل و نگهداری مواد مخدر در زندان شاهرود اعدام شدند. محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران، میگوید هیچ مذاکره دو جانبه‌ای میان مقامات جمهوری اسلامی و ایالات متحده در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد صورت نخواهد گرفت. به گزارش خبرگزاری ایلنا، آقای ظریف گفته مذاکرات ایران و آمریکا در سطح گروه 5 به علاوه 1 محدود خواهد ماند و هیچ برنامه‌ای برای مذاکره مستقیم میان این دو کشور وجود ندارد. گروه 5 به علاوه 1 متشکل از ایالات متحده، بریتانیا، فرانسه، روسیه، چین و آلمان گفتگوهای دامنه‌داری را با ایران بر سر برنامه اتمی آن انجام دادند که تاکنون سرانجامی نداشته است. روسیه قصد دارد بار دیگر پیشنهاد ارائه سامانه دفاع موشکی S-300 را به ایران ارائه دهد. روزنامه روسیه کامرسانت گزارش داده که ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، قصد دارد در دیدار روز جمعه خود با حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، پیشنهاد ارائه 5 سیستم موشکی پیشرفته زمین به هوای S-300 را مجدداً مطرح کند. در سال 2007، قرارداد ارائه 5 سامانه دفاع موشکی S-300 با هزینه 800 میلیون دلار میان روسیه و ایران امضا شده بود. اما سال 2010 روسیه به دلیل تحریم‌های اعمال شده بر ایران از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد از تحویل این سامانه‌ها خودداری کرد. پس از پیروزی حسن روحانی به ریاست جمهوری ایران، روسیه از غرب خواست تحریم‌های اعمال شده علیه تهران را کاهش دهد. تحریم‌هایی که به منظور مقابله با برنامه اتمی ایران اعمال می‌شود. علی جنتی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، روز چهارشنبه از بازگشایی خانه سینما تا روزهای آینده خبر داد.
در همین حال سعید منتظرالمهدی معاون اجتماعی نیروی انتظامی ایران نیز به خبرگزاری ایسنا گفته است که ساختمان خانه سینما روز پنج شنبه 21 شهریور ماه به سازمان سینمایی تحویل داده خواهد شد. خانه سینما از دی ماه سال 1391 به دستور محمد حسینی وزیر پیشین فرهنگ و ارشاد اسلامی منحل شده بود. این اقدام در پی ایراداتی که معاونت سینمایی وزارت ارشاد به اساسنامه خانه سینما گرفته بود اتفاق افتاد. این اقدام اعتراض گسترده اهالی سینما را در پی داشت. و خبر دیگر این که جعفر توفیقی سرپرست وزارت علوم میگوید با سهمیه بندی جنسیتی رشته های دانشگاهی مخالف است. به گزارش خبرگزاری مهر او همچنین به دانشجویانی که مشمول طرح سهمیه بندی جنسیتی شده اند اعلام کرده که می توانند در این مورد به دیوان عدالت اداری شکایت کنند تا شکایت آنها رسیدگی شود. موضوع تفکیک جنسیتی در دانشگاه ها در دولت محمود احمدی نژاد مورد توجه قرار گرفت، موضوعی که اعتراض بسیاری از دانشجویان و کارشناسان را به دنبال داشت. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران یک هفته به وزرا فرصت داده است تا گزارش بررسی حادثه تصادف بزرگراه تهران قم را آماده کند. به گزارش خبرگزاری ایسنا این را محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت در حاشیه جلسه امروز هیئت دولت گفته. تصادف دو دستگاه اتوبوس در بزرگراه تهران قم که شامگاه دوشنبه رخ داد 43 کشته و بیش از 40 زخمی بر جای گذاشت. اسکندر مومنی فرمانده پلیس راهنمایی و رانندگی نقص فنی اتوبوس اسکانیا را عامل اصلی حادثه دانسته است. علی جنتی وزیر ارشاد میگوید ممیزی قبل از چاپ کتاب برداشته نمی شود، بلکه این کار یک وظیفه حاکمیتی است که باید در انحصار دولت باشد. به گزارش خبرگزاری فارس او این سخنان را امروز و پس از جلسه هیئت دولت گفته. پیشتر رسانه ها نقل قولی از آقای جنتی منتشر کرده بودند که او از حذف ممیزی پیش از انتشار کتاب و واگذاری آن به ناشران خبر داده بود، موضوعی که واکنش منفی ناشران را به دنبال داشت. البته این خبر از سوی وزارت ارشاد تکذیب شد. جنتی همچنین گفته که باید در اسرع وقت به ناشران برای ممیزی کتاب جواب داده شود تا ناشر یک سال منتظر جواب خود باقی نماند. بسیاری از ناشران نسبت به عملکرد وزارت ارشاد در دولت پیشین معترض بودند. به گفته منتقدان در این مدت صرف نظر از کتاب‌های فراوانی که همچنان در صف طولانی مجوز انتظار می‌کشیدند، کتاب‌های زیادی هم بودند که پس از بارها تجدید چاپ ناگهان با لغو مجوز چاپ یا توزیع روبرو شدند و از چاپ مجدد باز ماندند. فعالیت گروه‌های بشردوستانه آمریکایی و نهادهای غیردولتی ایرانی از فهرست تحریم‌های آمریکا خارج شد. به گزارش خبرگزاری رویترز، وزارت خزانه‌داری آمریکا با صدور مجوزی دستور این اقدام را صادر کرد. بر اساس این گزارش، انجام مسابقات ورزشی بین ایران و آمریکا نیز از فهرست تحریم‌ها خارج شده. بر اساس این مجوزها، نهادهای غیردولتی و گروه‌های بشردوستانه آمریکایی و ایرانی که در زمینه‌های خدمات درمانی، امدادرسانی برای فجایع طبیعی، حفاظت از محیط زیست، پروژه‌های حقوق بشری در ایران، فعالیت‌های مرتبط با رویدادها و مسابقات ورزشی اقدام می‌کنند، از فهرست تحریم‌های آمریکا مستثنا می‌شوند. غرب ایران را متهم می‌کند که در پوشش فعالیت‌های هسته‌ای به دنبال ساخت بمب اتم است و اعمال تحریم‌های مختلف نیز با هدف بازداشتن ایران از این کار انجام می‌شود. ایران البته همواره این ادعا را رد می‌کند. و حالا یک جمله یک خبر. عبدالله جوادی آملی از مراجع تقلید قم: ایرانی‌ها پیش از آنکه ایرانی باشند مسلمان هستند. ابراهیم رئیسی معاون اول رئیس قوه قضاییه: اثرگذارترین و مطمئنترین جریان برای مردم روحانیت است. صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه: پلیس با مظاهر مدرنیته برخورد کند.
علی سعیدی نماینده رهبر جمهوری اسلامی در سپاه: الگو برداری از قرآن بهترین سبک زندگی است. علی طاهری سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس: نیازی به شرکت در جشنواره بدنام اسکار نداریم. دوازده سال از آن روز می گذرد. دوازده سال پیش درست در چنین روزی برج‌های دوقلوی مرکز تجارت جهانی هدف حملات تروریستی قرار گرفت. حملاتی که نه تنها آمریکا بلکه جهان را تکان داد. امروز و با فرارسیدن سال روز حملات 11 سپتامبر، کاخ سفید از دستور دولت آمریکا برای افزایش امنیت تأسیسات و نمایندگی‌های خود در خارج از کشور خبر داده. به نظر می‌رسد پیامدهای حمله تروریستی 11 سپتامبر هنوز ادامه دارد. آنطور که همکارم در گزارشش می‌گوید، نه تنها در آمریکا بلکه در سوی دیگر دنیا و در خاورمیانه هم می‌توان این پیامدها را دید. یازدهم سپتامبر 2001، روزی که نقطه عطفی در تاریخ جهان بود. هدف قرار گرفتن برج‌های دوقلوی مرکز تجارت جهانی و ساختمان وزارت دفاع آمریکا، پنتاگون، آن هم با هواپیماهای مسافربری. حملات بی‌سابقه‌ای که به قول مقام‌های آمریکایی هیچگاه گمان نمی‌شد از هواپیمای مسافربری به عنوان سلاح و ابزار حمله استفاده شود. حملاتی که متهم ردیف اول آن سازمان القاعده است و 2993 کشته و 24 ناپدید شده بر جای گذاشت. درباره خود حملات و چند چون آن سخن بسیار گفته شده، اما پیامدهای 11 سپتامبر همچنان گریبان جهان را گرفته است. 11 سپتامبر نقطه آغازی بود برای جنگی جهانی علیه تروریسم، جنگی با سردمداری آمریکا. نخستین گام حمله به افغانستان و سرنگونی نظام طالبان حاکم در این کشور بود، نظامی که القاعده در بستر آن امترین پایگاه‌ها را برای خود دست و پا کرده بود. گام بعدی حمله به عراق و سرنگونی نظام صدام حسین، آن هم به بهانه در اختیار داشتن اسلحه کشتار جمعی، تسلیحاتی که هیچگاه پیدا نشد. اما به هر حال هدف اصلی مبارزه با تروریسم بود، به ویژه تروریسمی که دولت‌ها سازماندهی‌اش می‌کردند. در عراق و افغانستان گروه‌های جهادی به بهانه مبارزه با استعمار و استکبار بسیج شدند. از آن مهمتر در این دو کشور برخی کشورهای همسایه مداخله می‌کنند تا نمونه‌ای موفق از سرنگونی یک نظام توسط آمریکا به وجود نیاید. اینها باعث شده تا عراق و افغانستان تا کنون روی آرامش را نبینند. ناامنی در عراق و افغانستان گسترده است. از سوی دیگر خستگی آمریکایی‌ها از جنگ به دلیل هزینه‌های آن و بحران اقتصادی، به علاوه کشته شدن ده‌ها یا شاید صدها تن از فرزندانشان که به مناطق جنگی اعزام شده بودند، باعث شد آمریکا از میزان حضورش در منطقه بکاهد. مسئله‌ای که بیش از پیش عراق و افغانستان را به جولانگاه همسایگان و گروه‌های جهادی تبدیل کرد. این پیامدها ترس از مداخله را به وجود آورده است، ترسی که باعث شده با وجود کشته شدن هزاران نفر در مناطق مختلف، جامعه جهانی تنها نظاره‌گر باشد. مناطقی از جهان شاهد بحران‌های خونبار است، در رأس آنها هم سوریه. اما 11 سپتامبر و پس از آن جهان را به حال تعلیق درآورده است. محمد حسینی، تلویزیون رها. و حالا نرخ سکه و ارز در بازار امروز تهران. امروز دلار با 400 ریال کاهش نسبت به روز سه‌شنبه در بازار تهران 31700 ریال فروخته شد. پوند نیز با 500 ریال کاهش 50000 ریال به فروش رفت. نرخ فروش یورو با کاهش 600 ریالی نسبت به روز گذشته 42600 ریال بود. سکه بهار آزادی طرح جدید هم با 120000 ریال کاهش نسبت به روز سه‌شنبه 10,600,000 ریال در بازار تهران معامله شد. در روزهایی که شبح جنگ بر سوریه سایه انداخته و بایدها و نبایدهای جنگ احتمالی داغ‌ترین موضوع بحث این روزهای سیاستمداران دنیاست، کسی از صلح می‌گوید. آن هم خطاب به بچه‌ها.
هومن روارپور این روزها سوار بر دوچرخه شده و از یک گوشه دنیا به گوشه دیگری می رود. او می گوید هدفش از این سفر رساندن پیام صلح به بچه هاست. هومن امیدوار است که ماه اکتبر به اسرائیل و فلسطین برسد، جایی که سالهاست رنگ آرامش را ندیده است. سفر نام فیلمی است از مسافرت با دوچرخه هومن، فیلمی که او با کمک دو نفر از دوستانش در حال ساخت آن است. روی سفر با دوچرخه که از هلند راه میافتم و هر کشوری که میرسم حداقل یک مدرسه میرم و توی این مدرسه ها برای بچه ها میرم صحبت میکنم، با عکس و اینجور چیزا باهاشون صحبت میکنم، بهشون میگم تاثیرات جنگ، صلح، آموزش پرورش و حقوق بچه ها روی بچه ها چیه. ممنون از اینکه با این بخش خبری همراه ما بودید. شب روزتان خوش و خدا نگهدار.